انتخاب تصاویر با استفاده از کالر رنج در نرم افزار فتوشاپ CC 2018. برای اینکه بخوام بک‌گراند سفید رو از این قفسه جدا کنم، از کالر رنج استفاده می‌کنم. بر روی منوی سلکت کلیک چپ می‌کنم. در اینجا با استفاده از کالر رنج، کادر محاوره‌ای کالر رنج ظاهر میشه. یکی از ابزارهای قدرتمند برای انتخاب قسمت‌های از تصویر که رنگ‌های مشابهی دارند. همچنین میتونیم در ناحیه انتخاب شده توسط کالر رنج انتخاب جدیدی هم ایجاد کنیم. کادر محاوره‌ای ظاهر شده. در قسمت لیست بازتری سلکت رنگ‌های مورد نظر رو میتونیم انتخاب کنیم یا با استفاده از آیدراپر در قسمت سمت راست نمونه برداری از رنگ‌ها رو انجام بدیم. در قسمت گزینه لوکالایز کالر اگر کلیک چپ کنم لغزنده رنج ظاهر میشه. با زیاد کردن مقدار رنج به عدد 100% و یا کم کردن این عدد خواهید دید که ناحیه انتخاب شده کم یا زیاد میشه. اگر تیک گزینه لوکالایز کالر رو غیر فعال کنم با استفاده از فازینس ناحیه‌های رنگی رو به این صورت انتخاب کنم، عدد صفر اگر انتخاب بشه ناحیه انتخابی به صورت مشکی و اگر اون رو به عدد 200 نزدیک کنم رنگ‌های روشن رو انتخاب می‌کنه. در این قسمت بر اساس تصویر رنگ مورد نظر رو انتخاب کنم. در ناحیه انتخاب یک پیشنمایشی از انتخاب ما انجام میده. در اینجا رنگ‌های مشکی و رنگ‌های سفید متمایز شدن. در پایین پیشنمایش سلکشن رو داریم که ناحیه‌های انتخابی رو نمایش میده و با کلیک بر روی ایمیج تصاویر نمایش داده میشه. بر روی سلکشن کلیک چپ میکنم. اگر در اینجا بر روی گزینه اینورت کلیک چپ کنم انتخاب معکوس میشه. یعنی تمامی این کمدها انتخاب و نواحی سفید از حالت انتخاب خارج میشن. بر روی گزینه اینورت کلیک چپ تا غیر فعال بشه. بر روی اوکی کلیک چپ میکنم. در این قسمت دیدید که تمامی نواحی سفید رنگ انتخاب شدن. میتونیم نواحی سفید رنگ رو تغییر رنگ بدیم یا اونها رو حذف کنیم. برای حذف کردن بر روی لایه بک‌گراند کلیک چپ میکنم تا از قفل خارج بشه. دکمه دلت از صفحه کلید رو میفشارم و در قسمت منوی سلکت بر روی دیسلکت کلیک چپ میکنم. اگر تصویر رو جابجا کنم و یا اون رو در یک تصویر دیگه قرار بدم اون بک‌گراند ها حذف شدن. جابجایی تصویر رو انجام میدم. در صورتی که ابزار موف تول فعال هست بر روی قفسه کلیک چپ و با درگ کردن بر روی سربرگ اون رو میتونم در قسمتی از تصویر قرار بدم. در قسمت نوار آپشن موف بر روی شو ترانسفورم کنترلر کلیک چپ میکنم. دستگیره ظاهر میشه. کلید شیفت رو پایین نگه میدارم و با کوچیک کردن این تصویر تونستم این جایگذاری رو بر روی یک تصویر دیگه انجام بدم. در این قسمت با کلیک چپ و درگ کردن تغییر سایز بر روی این قفسه انجام شد. در قسمت نوار آپشن بر روی اوکی کلیک چپ میکنم. به این صورت تونستم این قفسه رو در این تصویر جایگزین کنم.